با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه خبرها و نظرها با آخرین خبرها از ایران منطقه و جهان همزمان با کاوشی و تازه های از ایران در ایران فردا و اما سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب باستا به اظهارات موازه انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روزنامه های امروز موجی از خبرهای پراکنده از سرنوشت نامعلوم سرتروریست ها در حملات پاریس ظهور نوعی وحدت و همگرایی نانوشته میان روسیه آمریکا و فرانسه حول مبارزه علیه دولت اسلامی شام و عراق در سوریه قطع یارانه های نقدی به حدود 3 میلیون نفر در تازه ترین واریزی ها کماکان اظهار موازه متناقض بابک زنجانی میلیاردر نفتی محبوس در سریال دادگاه های این متهم و دو خبر از جهان مجازی ایران با دو روایت از یک شبکه اجتماعی تلگرام از تیر فیلترینگ جان سالم به در برد و به دام افتادن پسر جوان ایرانی در دام تلگرام اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنج 28 هشتم آبان ماه یورانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در بخش آغازین برنامه بسان همه شبها مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه از ایران منطقه و جهان اجماع جدیدی اما نانوشته میان سران آمریکا، روسیه و فرانسه حول مبارزه با داعش در سوریه با تشکر باراک اوباما از پوتین وارد فاز تازه ای شد و شکل گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه از نقش روسیه در گفتگوهای روز شنبه وین برای پایان بحران سوریه قدردانی کرد. اوباما گفت که روسیه در جریان تلاش های برای فراهم کردن زمینه گذار سیاسی در سوریه شریکی سازنده بوده است. اما او افزود که همچنان اختلاف هایی در مورد سرنوشت آقای اسد وجود دارد و عملیات نظامی روسیه بر دفاع از او متمرکز است. <تصفيق> <تصفيق> رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه اظهارات اشاره کرد که یک گره پنهان وجود دارد و آن این است که مسکو هنوز به حفظ اسد در مسنده قدرت علاقمند است ایشان افزود این اختلاف ها اما مانع نشده که چگونگی برقراری یک آتش بس را بررسی کنیم این اظهارات اوباما در حالی صورت میگیرد که همزمان یک مقام بلند پایه روس از غرب خواست مسئله سوریه و حل بحران این کشور را به حزب اسد گره نزنند سرگئی لاواروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورهای غربی باید حزب بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت را شرط پیوستن به روسیه برای مقابله با گروه مصوم به داعشیون قرار ندهند. آقای لاواروف گفته است قرب پس از حملات مرگ بار پاریس نشانه از تغییر مزه نشان داده است. وزیر خارجه این کشور گفت که به عهده مردم سوریه است که در مورد بشار اسد تصمیم بگیرند آقای لاواروف وزیر خارجه روسیه اشاره کرد امیدوارم تغییر موضع همکاران غربی ما که متاسفانه تنها در نتیجه اقدامات وحشتناک تروریستی بود به سایر شرکای غربی نیز برسد وزیر امور خارجه روس ها در ادامه گفت که نباید اجازه داد تا اختلافات بر سر بشار از به تلاش ها برای مقابله با داعش لطمه بزند. آمریکا و متحدانش از جمله عربستان سعودی، قطر، ترکیه خواهان آن هستند که بشار اسد از قدرت کناره گیری کند خبرهای کوتاه را با آخرین خبرهای منتشر و منعکس شده از فرانسه و صحنه های پرفراز و نشیب ستیز تروریست ها با پلیس این کشور پی میگیریم فرانسوا مولن دادستان پاریس گفت که عبدالحمید اباعود طراح حملات خونین پاریس در میان هشت نفری نیست که دیروز در جریان حمله پلیس به ساختمانی در سندونی واقع در حومه پاریس دستگیر شد البته خبرها تا حدودی زد و نقیز است تا لحظه تنظیم این خبر گزارش های زد و نقیز دیگری نیز منتشر شد از جمله اینکه روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام ارشد اروپایی گفت در عملیات نیروهای ویژه پلیس فرانسه در بامداد دیروز چهارشنبه در همه سندونی پاریس عبدالحمید تر طراح حملات پاریس کشته شده است با همه این اظهار مواضع متناقض در دو سوی جریانات رسانه‌ای دادستان پاریس تأکید کرد که عبدالحمید اباعود که به عنوان مغز متفکر یا به تعبیری طراح حملات پاریس معرفی شد در میان هفت مرد دستگیر شده نیز نیست در جریان عملیات صاب چهارشنبه پلیس ضد تروریسم فرانسه با حمله به یک ساختمان در شمال پاریس حداقل دو مزنون مرتبط با حملات جمعه گذشته را کشت و هفت مرد و یک زن را بازداشت کرد طبق گزارش ها در این حمله یک زن نیز با جلیقه انفجاری به زندگی خود پایان داد که گفته شد از اعضای خانواده ابو اود باشد خبرهای تکمیلی از آخرین وقایع پاریس در بخش آن سوی خبر از سوی همکارانم در فرانسه و سایر گروه ها به آگاهی شما خواهد رسید. همینک خبرهایی از تازه ترین واکنش ها و نمایش گروه داعشیون با سربریدن چند گروگان و نیز انتشار تصویر قوطی بمب در انفجار هواپیمای روسی بر اساس گزارش های منتشره گروه مسوم به حکومت اسلامی میگوید یک شهروند چینی و یک شهروند نروژی را مجازات کرده است سخنگوی وزارت خارجه چین گفت از گزارش اعدام شهروند چینی شدیداً حیرت زده شد و مسببان را به دست عدالت خواهد سپرد. از سوی دیگر نخست وزیر نروژ نیز تأکید کرد که شهروند گروگان گرفته شده یا کشور به احتمال زیاد جان خود را از دست داده است. گزارش ها در مورد کشته شدن این دو شهروند با انتشار تصاویر جسد دو مرد در نشریه انگلیسی زبان حکومت خود خانده موسوم به حکومت اسلامی منتشر شده است. و اما در این راستا روزنامه های امروز تهران همچنان ستون سرمقاله های خود را نیز به تحلیل و واکاوی رفتار حراس افکن داعشی ها اختصاص دادند از جمله روزنامه قانون که در یاد داشتی به سنخ شناسی و تا حدودی تبار شناسی عملیات داعشی ها پرداخت و معتقد بود که نقطه عظیمت تفکر داعش نه اشغال کشوری چون فرانسه و آلمان و لبنان که دست یافتن به ترس مردمان این سرزمین هاست این تفکر می داند که با ارتش چه کشورهایی مواجه می شود اما دست به عملیات های تروریستی پیچیده می زند تا به جهانیان نشان دهد که در حضور رهبرانشان نیز می تواند عملیات های خود را به سرانجام برساند ستون نویس روزنامه قانون در بخشی از این نوشتار با هوشمندی خاصی که گویا زائیله نویسندگی در کشورهای استبدادی است با نیشی مستتر در مصد که گویا به جامعه حراسالود امروز ایران نیز اشاره پنهان داشت چون این نتیجه گرفت که تفکر داعش بیش از این که در پی بدنهای پاره پاره باشد در پی ذهنها و روحهای دریده شده است آنگاه که ترس را در قلب مردمان یک سرزمین بکارد می تواند آزادی را از آنان دریق کند قانون در ادامه با ذکر نمونه ای از کنش مدنی نوشت اینجاست که نامه روزنامه نگار فرانسوی که همسرش از دست داده است معنای تازه ای می که نوشت من و پسرم با زندگی و شادمانی انتقام تو را خواهیم گرفت در مقابل تفکر داعش آنگاه منکوب می که آزادی و دموکراسی را به قربانگاه ترس از وجود و حضور آنان ببریم کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با مجموع مطالب برگزیده از روزنامه های امروز ایران برجام و جمعوری سانتریفیوژ ها و افزایش ذخیره اورانیوم غنی سازی شده مجددا به صدر رسانه ها بازگشت در این راستا علیرغم بدبینی موجود جهانی نسبت به کرد و کار جمهوری اسلامی در مقوله هسته ای روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به قلم حشمت الله فلاحت پیشه که پیشتر و سالیانی البته در روزنامه های طیف راست از جمله رسالت قلم میزد بحران پاریس را بهانه خوبی دانست که بایستی از آن به نفع برجام جام خیش بهره گرفت ستون نویس مهمان روزنامه مردم سالاری نوشت که الان دنیای سیاست به شدت آشفته شده و شاید همین مسائل تا حدی پرونده هسته ای ایران را نیز از دستور کار خارج کند مثل تروریزمی که الان به اروپا کشیده شد و اروپایی ها برای مقابله با تروریزم نیازمند ایران هستند لذا اگر ایران خوب بازی کند زمان مناسبی برای بسته شدن پرونده هسته ایران است که البته بر ضرورت برخورد تدبیر آمیز موضوع تاکید داشت و اما اظهارات انتخاباتی حسن روحانی نیز با استاب گسترده‌ای در روزنامه‌های امروز داشت از جمله روزنامه‌های همچون اعتماد و روزنامه آرمان و سایر روزنامه های همسو به نقل از روحانی تأکید کردند که دولت در پی پیروزی جناح خاصی در انتخابات پیش رو نیست در سوی دیگر ما روزنامه اطلاعات در عنوان صفحه نخست به نقل از روحانی اظهار امیدواری کرد که افراد با تدبیر توانا و مجرب به مجلس راه یابند تیترهای تعن آمیز و به ظاهر شادمان روزنامه های دست راستی نزدیک به لایه های تندرو و تحت امر نهاد رهبری ایران از بروز وقایع پاریس کماکان هماندیشی و همسویی دو سیف دو سوی طیف ولایت اسلامی و خلافت اسلامی رو نشان میدهد در حالی که کیهان حسین شریعت مداری از یک گزارش خبری تحلیلی کوچ وحشت از غرب آسیا به قلب اروپا را برجسته کرد و با تصاویر جنگی از نواحی شمال پاریس کوشید تا به ذهن خوانندگان ناامنی گسترده و بحران مستمر را متبادر کند در دیگر سو وطن امروز نیز بسان کیهان با تزیین صحنه‌های از عملیات دیروز پلیس فرانسه تنها با دو واژه به وخامت اوضای این پایتخت خوشنام دموکراسی قاره سبز اشاره داشت همان گونه که میبینید پاریس جنگ زده عنوان اصلی وطن امروز بود البته روزنامه جوان نیز تیتری مشابه برگزیده بود ادامه میدهم با سایر مطلب توریست و تروریست عنوان یادداشت تحلیلی سیاسی روزنامه شرق بود که ضمن بررسی نقش عملیات تروریستی اخیر پاریس تأثیر آن را بر امر گردشگری در سطح جهان بررسی میکرد وحید معتمد نژاد با گلایگی از کشورهای متمدن غربی که در طول پنج سال اخیر در مقابل ویرانگریهای گروههای تروریستی علیه اماکن تاریخی سوریه و عراق سکوت کرده بودند همینک نتیجه گرفت که پاریس به عنوان نماد توریزم بین المللی با اماکن ارزشمند فرهنگی و تاریخی ضربه پذیر شد و این روند خطرناک در در هم آمیختگی توریزم و تروریسم است از منظر ستونویس روزنامه شرق سکوت مجامعه بین المللی و فرهنگی در مقابل تخریب الگوهای فرهنگی در دو سرزمین تاریخی عراق و سوریه و کمی دورتر از آن در افغانستان توسط دو گروه تروریستی داعش و طالبان زمین ساز بروز حملات اخیری بوده که منشأ و فصل جدیدی از ترس و حراس در ذهن توریست یا گردشگری است که به قصد سفر و آرامش بازار هدف را در این صنعت برگزیده است ادامه میدهم با مطالب دیگر از روزنامه های دیگر سریال بازی بابک زنجانی نیز همچنان مورد تحلیل و واکاوی روزنامه هست روزنامه مردم سالاری بخشی از اظهارات بابک زنجانی در دادگاه را پوشش داد که تلاش داشت مظلوم نمایی سیاسی کند و به نقل از این بسیجی اقتصادی محبوس برکشیده یه احمدی نژاد گفت که تا دولت عوض شد من دوست شدم در سوی دیگر روزنامه روزان نزدیک به مردان اصلاح طلب عهد خاتمی از سریال زنجانی یاد کرد و پس از اظهارات زد و نقیزی در دادگاه جرای آب راحت می نوشد. لازم به توضیح که به استحزار بینندگان عزیز برسانم خاصه نسل جوان ایرانی برسانم که استفاده از واژه سریال برای دادگاه صاحب منصبان و مسئولین در جمهوری اسلامی در واقع نخستین بار پس از سال 76 یعنی پس از دوم خرداد 76 و روی کار آمدن دولت خاتمی و بازداشت آقای کرباسچی برای دادگاه غلام حسین کرباسچی به کار رفت که در آن هنگام مورد استقبال بسیاری از شهروندان ایرانی واقع شده بود پخش سریال آن دادگاه تا پرده ها و پاره از پشت پرده نظام فقها ها را از زبان دو چهره اصلی دادگاه آن هنگام یعنی محسنی اژعی و کرباسچی بشنوند که مجددا برای دادگاه زنجیری بابک زنجانی نیز از این واژه استفاده می شود. ادامه میدهم با سایر مطالب با همین مطلب البته در این راستا روزنامه ای ایران ارگان دولت خبر داد که متهم میلیاردر نفتی ادعای خود را پس گرفت و گفت که 22 میلیارد نه 12 میلیارد یورو دارم و همه اینها در حالی است که یارانهای ناچیز به همیهنان ایرانی نیز زیر تیغ تبعیض قرار گرفت و در آخرین گزارش ها اعلام شد که میلیون ها نفر از دریافت یارانهای زیر 50 هزار تومانشان نیز باز مندند. از جمله اعتماد نوشت سه میلیون نفر یارانه نگرفتند و بالاخره در وقت باقی مانده گذری کوتاه به ماجره های پسر پرهاشی شهر که کلیددار خانه های لوکس تهران بود و در تلگرام به طلا افتد این موضوع نیز مورد توجه بسیاری از روزنامه های امروز قرار گرفته بود از جمله روزنامه آفتاب یزد تمام نیم صفحه اصلی را تا حدودی به این موضوع اختصاص داد و به عنوان دختر ها ناتنی از آب در آمدند لایه های تازه از شیطنت های پرهاشیه ای این جوان ساکن شهر شبکه ها کنار زد هرچند روزنامه آفتاب یزد با انتخاب تیتر دختر ها آن هم به زیرکی کشید ذهن خوانندگان را سوق میداد به سالیان دورتر سالهای دهه 60 و 70 که جوانان ایرانی ناگزیر از حراس معموران مصوم به کمیته انقلاب وقت که هرگاه با زن و دختر جوانی که همراهشان بود آنان را به عنوان دختر ها معرفی می کردن. که خب این همه ظریف نویسی ها مختص روزنامه‌نگاران داخل ایران است که در سانسور و ترس و حراس با ابهام و ایهام می و در امر خطیر روشنگری نیز می‌کشند کشند ایا حال ادامه می با بخش کوتاهی از این نکته برگزیده در برنامه امشب در حالی که خبرها از فیلتر نشدن تلگرام حکایت داشت این جوان پایتخت نشین مهمان تلگرام بیش از خود تلگرام خبرساز شد بر اساس گزارش های منتشر از جمله روزنامه آفتاب یزد شرق و سایر روزنامه ها در گزارش اشاره کردند که جوان مازراتی سوار با ظاهر پولدار و خانه های متعدد صرفا کارگر یک بنگاه املاک بوده و چون کلید خانه در اختیارش بوده از همان استفاده کرده است او در بازجویی ها گفت که این کارها را برای خودنمایی و معروف شدن انجام داده. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین فضا و فرصت به پایان میرسد همچون همیشه از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم که بیننده برنامه آن سوی خبر باشید که با آخرین خبرها و گزارش های تدوینی از سوی همکارانم هم به سمع نظر شما خواهد رسید از جمله موضوعاتی چون فرار سران داعشی به موسل عراق پس از تشدید بمباران روسی فرانسوی همینطور جزئیات تازه از گزارش آژانس انرژی اتمی جهان از جمعآوری سانترفیوژها در مراکز هسته‌ای تهران و آخرین تحولات بحران پاریس و چند گزارش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دیگر اهم مطالب و عناوین های امشب برنامه آن سوی خبر است که از سوی همکارانم تا ثانیه‌های دیگر به آگاهی شما خواهد رسید تا آنگاه شامگاه خوش بدرود